بینندگان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم و بسیار خوشحال. همون جوری که میدونید ایشون هفته قبل مشغول کار بودن و نتونستن با ما باشن. خیلی خوشحالیم که این هفته هستن و من به ایشون گفتم که دوستان زیادی سوال کردن، یک کم هم گله کردن که آقای لادن نمیاد، دوستانی مثل آقای مینویی یا اون آقای حسین مشعشع میان هر چی دلشون میخواد میگن. گفتیم خب خیلی ناراحت نباشید، امروز آقای امیرحسین لادن با ما هستن. آقای لادن لطف کنید یه مقداری در این مورد صحبت کنید، حالا یا بعد از تاپیکی که خودتون دوست دارید یا قبلش، که این ماجرای این که بعضی از دوستان میگن مصدق کاری غیرقانونی انجام داد و من برای اولین بار شنیدم که آقای مینویی میگه مصدق میخواسته شاه باشه. گفتم آقای مینویی، تا اونجایی که من خوندم و شنیدم این بوده که به شاه میگفته آقا بیا برو قشنگ سلطنت کن و حکومت و دردسر و مشکلات اینا رو بذار دست اینایی که درس این کار رو خوندن، چون خود آقای دکتر مصدق دکتر این کار بود. و شما نظرتون چیه و چه باید گفت با این دوستان، یا اینکه به قول دوستمون آقای هروی نرود میخواهنین در سنگ؟ خیلی خوشحالم که با ما هستید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. خیلی خوشحالم که با شما هستم. درود بر شما جناب سربی و درود به بینندگانتون. من فکر کنم در این راستا باید ببینیم که رابطه سلطنت طلبان با مصدق چگونه است و اینی که اکثرا میخوان تاریخ رو تحریف کنن، یعنی حقایق رو نپذیرن و از واقعیت ها گریزان باشن، چی؟ چرا این وحشت از مصدق وجود داره برای سلطنت طلبان؟ من این وحشت رو به خاطر تفاوت فاحش بین سیاست، باور و برنامه‌های مصدق با شاه می‌بینم. میتونیم چند تاشو با هم دیگه مرور کنیم و هر موقعی شما خواستین منو متوقف کنیم که بتونیم اون تفاوت رو بازش کنیم یا ادامه بدیم که حداقل 5 6 تا از تفاوت‌ها رو ببینیم. اولین تفاوت اینه که مصدق مستقل، شاه وابسته. مصدق دنبال استقلال سیاسی و اقتصادی در ایران بود و در مورد روابط خارجی خواستار سیاست بی‌طرف، یعنی غیر متعهد بود. شاه نه تنها وابسته بود، ولی اصلا شاه شدنش با امضای یک قرارداد سه‌ماده‌ای و سرسپردگی به انگلیس بود. اگه خاطرتون باشه یه دفعه این داستان رو با هم مرور کردیم که چگونه زمانی که ایران در کنترل نیروهای متفقین بود و رضا شاه رو اخراج کرده بودن، فروغی دست به دامن این ست قدرت شد و بالاخره قبول کرد یک قرارداد سه‌ماده‌ای رو شاه بپذیره، امضا کنه و خواسته های انگلیس رو برآورده کنه. حالا اگه اینو ادامه بدیم و میخوان تفاوت ها رو نگاه کنیم، مصدق توی مجلس 14 میگه ما باید خودمان را به آن درجه از استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران، حفظ قومیت و تمدن خودمان محرک ما نباشد. حالا شاه برعکس، به جای استقلال و مصلحت ایران، توی جلسه هیئت مدیران، هیئت مثلا میخوام وزیران، میگه من سرچشمه قدرت هستم و تنها خودش رو لایق تصمیم گیری میدونه. مصدق خودش رو خدمتگزار مردم میدونه، شاه کوچکترین ارزشی برای مردم قائل نیست. داستان اشرف، مصدق و رضا شاه رو یادتون هست یا دوست دارین تکرار کنیم؟ لطف کنید تکرار کنید. موقعی که انگلیس ها گفته بودن رضا شاه باید ایران رو ترک کنه،
اشرف داره برای دوستانش تعریف میکنه، میدونی که اشرف 100% با مصدق مخالف و دشمنش بود، ولی داستان جالبی میگه. میگه که یکی از اطرافیان مصدق گفته که من اگر جای مصدق، گفته که اگر من به جای رضا شاه بودم میرفتم تو میدون توپخونه که بعدن شد میدون سپه و میگفتم ای مردم، انگلیس ها میخوان منو اخراج کن، من نمیخوام به دستور انگلیس برم بیرون. اگه شماها نمیخواین بگین من ایران رو ترک کنم و اگر نه نمیرم. بعد اشرف میگه که من با این گفته مصدق موافق هستم. ولی چیزی رو که اشرف اینجا از دست داده اینه که متوجه نشده که منظور مصدق از این گفته چیه. یعنی داره میگه که اگر رضا شاه به جای این که عامل بیگانه بود پایگاه مردمی داشت، کسی نمیتونست بیرونش کنه. و ما ادامه میدیم به این تفاوت‌های فاحشی که گفتم. مصدق با تمام وجودش، این پاسخ میده به قسمت اول پرسش شما، مصدق با تمام وجودش دنبال اجرای قانون اساس و میگه اختلاف من با دربار روی این اصل بود اجرای قانون اساس. مثل که اختلاف بله. میخوان شما وقت صحبت میکنه اگه میتونید صدای اسپیکر رو ببندید. امروز اینجا هم من همون اشکال رو داشتم و الان میرم بله و بعد ممکنه صدای من رو نشنوید. اگه گوشی دارید میتونید گوشی و میکروفون استفاده کنید. خب بزنید الان اینی که الان انجام دادم امتحان کنید. بله. مصدق دنبال اجرای قانون اساسی بود و میگه اختلاف من با شاه اینه که من میگم طبق قانون اساسی شما باید سلطنت بکنی و شاه حکومت میکرد. شاه 5 سال پس از کودتای 28 مرداد، زمانی که تمام احرمهای کنترل در دستشه، ببینید چه چیزی میگه، یعنی یه اقرار خیلی بی‌نظیر، میگه دیکتاتوری پدرم الزام داشت، اقتدار فردی امروز من نیز مورد نیاز است. یعنی مصدق دنبال اجرای قانون اساسیه، شاه دنبال خودخانگی. مصدق بدون دریافت حقوق کار میکرد، مخارج دفتر نخست وزیری و سفرهای دولتی رو عجیب خودش میداد. شاه و خانواده و دربار میلیاردها دلار از ثروت ملی رو چپاول کردند و در بانکهای بیگانه ذخیره نمودند. خانواده شاه و دربار 40 سال پس از سرنگونی هنوز از برکت اون چپاول‌ها زندگی‌های آنچنانی دارن. میرسیم به بخش دوم اون پرسش و تحریف تاریخ، یعنی نپذیرفتن حقایق، گریز از واقعیت‌ها، که این در حقیقت یه نوع خودفریبی و علکی خوش بودنه. یه بیت شعر هست میگه که نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از ذکر چراغ. یعنی همون مثل مسئله عامیانه خودمون که میگه با حلوا گفتن دهن شیره نمیشه، این رفتاریه که سلطنت طلبا میکنن در این مورد. ما هممون زائیده فرهنگ احساساتی و شعاری هستیم. این کسانی که سلطنت طلبا، شاه الهی‌های گهی، فریاد رضا شاه کبیر و شاهنشاه آریامه می‌زنند، بعد بدونن که این شعارها یه طرف دیگه هم داره. کسانی هستن که وقتی شما میگی رضا شاه کبیر میگن عامل انگلیس، شما میگی شاهنشاه آریامه میگن تا خرخره وابسته. سلطنت طلبا با ماسمالی کردن، سرهم بندی، چشم پوشی و گناهشویی، کوچکترین ایرادی به دیکتاتوری، خودکامگی، حکومت فردی، وابستگی و عامل بیگانه بودن پدر و پسر نمی بینم. باید اینجا بپرسیم که علت این دوگانگی و دودستگی و تضادها ما بین ما ایرانی ها چیه؟ آیا
دیوانگان ما رو سر کار گذاشتن و مشغول هم کردن تا اصل مطلب یعنی چپاول ثروت ها و به استثمار کشیدن مردم رو نبینیم، یا علتش همه چیزدانی، خودمحوری، جنون مطرح بودن و منافع شخصی ماست. سه سال پیش یک مقاله‌ای منتشر کردم در رابطه با انقلاب مردمی 57 و واقعیت‌های امروز رژیم فقاهتی تحت عنوان حسرت گذشته، و یکی از دلایلش این بود که اون زمان یه عده شروع کردن، کسانی که خودشونو روشنفکر میدونن و تلاشگر میدونن، شروع کردن به حسرت گذشته رو خوردن و اظهار ندامت کردن. اینا اشخاصی بودن فرصت طلب و کمدان و واقعا کسانی بودن که ملت رو به گمراهی کشیدن. من میخوام یک کمی از اون مقاله رو برای بینندگان بخونم. دولت فقاهتی، رژیمی خودکامه، فاسد، بی‌لیاقت، تجاوزگر، خیانت پیشه و ضد ایرانی است. تردیدی نیست که در مقایسه اگر مردم رژیم گذشته را انتخاب می‌کنند، اعتراضی به این انتخاب وارد نیست. باید اعتراض کرد به سرخوردگی، افسردگی، لنگ انداختن، تسلیم شدن، پوزش خواستن و فرافکنی. شاید چنین حرکتی و گفته‌های و پوزش خواهی یک آرامش، تسکین وجدان و آرامش روحی باشه برای اون کسی که داره این عذرخواهی رو میکنه، ولی دردی رو دوا نمیکنه. همانطور که فحش و ناسزا و شعارهای تند و توهین‌آمیز، ضدیت با اسلام و عربان کوچکترین تأثیری در برطرف کردن مشکلی که با آن روبرو هستیم ندارد. سرخوردگی و حسرت گذشته را خوردن مختص یک گروه و ایدئولوژی خاص نیست و مرزمندی نداره. همینطور که بعضی وقتا میشنویم میگن فلانی که یه توده‌ای بود، یه کمونیست بود، حالا میگه روحت شاد رضا شاد، اصلا یه چیز کاملا بی‌معنیه. ما حق داریم از این که انقلاب به نتیجه مطلوب نرسیده ناراحت و دگرگون شدیم، و میتوانیم از این که تلاش ما احتمالاً در پیدایش رژیم آدمخوار نقشی داشته پشیمان باشیم، ولی عدم دستیابی به اهداف انقلاب مردمی 57 و به کجراه کشیده شدن آن نه راستین بودن انقلاب رو نفی میکنه، نه خودکامگی و دیکتاتوری رژیم گذشته رو عذر مینهه، و نه چیزی از درست بودن استقلال طلبی و آزادی خواهی میکنه. باور به استقلال، عدالت و آزادی بسیار مهم و ارزشمند هستند. تلاشگر سیاسی بودن و عشق به میهن داشتن در ضمن که مورد احترام بسیار می باشد کافی نیست. باید بدانیم چه می خواهیم، خواستهای مردم و نیازهای جامعه کدام. برای منافع جمعی و ملی حداقل به اندازه منافع شخصیمون ارزش قائل باشیم. بدانیم و باور داشته باشیم که صاحبان اصلی ایران هستیم. به جای احساسات و شعار با اتکا به خردگرایی و شعور گام برده. در اینجا این پایان اون دو پاراگرافه. یک سندی رو که پارسال از طرف آمریکا آزاد شده برای بینندگانتون بخونم، خیلی کوتاهه. سند شماره 327 که مسئول پایگاه CIA در تهران پس از چندین ملاقات و گفتگو با شاه، این درست پس از قیام مثلا این پس از کودتای 28 مرداد و
شاه داره با CIA گفتگو میکنه و CIA داره یه گزارشی میفرسته به وزارت امور خارجه در مورد این گفتگو. اینه میخوام برای بینندگان بخونم. میگه شاه، تصمیم شاه برای خلاص شدن از دست مصدق. بعد 1-2-3 گذاشته. 1. شاه تصمیم گرفته که مصدق باید دادگاهی و محکوم به مرگ شود، اما هنوز نمی‌داند که آیا مصدق را عفو کند، از ایران برای همیشه اخراج و تبعید کند یا بلافاصله اعدام. پیش از اینکه شماره دو رو بخونم میخوام قسمت اول اینو توجه کنین. داریم راجع به دادگاه صحبت میکنیم، ولی شاه میگه چی؟ شاه تصمیم گرفته که مصدق باید دادگاهی بشه و محکوم به اعدام. یعنی دادگاه یعنی هیچ. شماره دو، شاه بر این باور است که هر نوع تأخیر در رهایی از شر مصدق پس از دادگاه میتواند باعث تظاهرات طرفداران او من نجاتش کرده. شماره سه، به نظر من خیلی جالب، در صورت تظاهرات پیش از اعلام محکومیت مصدق از سوی دادگاه، یعنی پیش از اینکه دادگاه نتیجه برسه، شاه دستور داده که نگهبانان اطراف مصدق به محض اینکه میشنون که در بیرون تظاهرات شده و سر و صدا شده فوراً او را به قتل برسن. این پایان اون سند CIA است. یعنی یه جوری مثل دسیسه اینجوری؟ بله. پس شما هم هیچ جا به اصطلاح سندی یا شاهدی بر این گفته ندارید که آقای مصدق میخواسته شاه رو برکنار کنه و خودش شاه بشه. همش صحبت از این بوده که آقا شاه در مشروطه باید سلطنت کنه و نه حکومت. درست میگم؟ حالا اتفاقا اگر شما نوشته های اطرافیان و چه طرفداران جبهه ملی و شاه، چه کسانی که دستان در کار بودن، میبینین که همه این موضوع رو بارهای بارها تکرار کردن. برای مثال زمانی که دیگه کار از کار گذشته بود و هم شریف امامی اومده بود هم ازهاری اومده بود، دیگه راهی وجود نداشت، یعنی بیشک همه چی در حال فروپاشی بود، شاه دست دراز میکنه به طرف آقای غلام حسین صدیقی که وزیر داخله مصدق، کابینه مصدق بوده. ایشون اون موقع پس از سالهای سال در زندان و حصر خانگی الان در دانشگاه درس میداد و شاه از ایشون میخواد که بیاد برای نجات مملکت گفتگو کنه و ایشون میگه من برای نجات مملکت حاضرم همه هستیمو بذارم، ولی با خودش دو نفر رو میبره که شاهد باشن و به شاه میگه من نمیخوام به تنهایی با شما گفتگو کنم، برای اینکه اعتماد ندارم که بعدن چه چیزی رو میشه. و در اونجا میگه که شما اگر به خواسته مصدق، به باور مصدق، به اعتقاد مصدق که شاه میبایستی که به قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت انجام داده بودیم، امروز به این روز نمیفته. یعنی تا دقیقه آخر همه چی بر اساس قانون اساسی. بسیار ممنونم آقای لادن. چون هم شما تو آمریکا هستی هم من تو آمریکا هستم، هم این ماجرای این ژورنالیست که البته الان معلوم شده این آقا خیلی هم همچین ژورنالیست نبوده، این آقای خاشقچی یا بعضیا قاشقی میگن یا بعضیا قاشقچی میگن، نظرتون درباره این چیه و این ویدیوهایی که الان داره میاد بیرون که این آقا با بن لادن بوده؟ البته باید حق رو ادا کنیم و موقعی این با بن لادن بوده که بن لادن جزو
به اصطلاح افسران CIA آمریکا بوده و داشته با روسیه یا شوروی اون موقع به اصطلاح می جنگیدن، ولی بعد میاد تو کارهای نوشتن و اینها. و موضوع اینه که الان میگن این نوشته هاش دو نوع بوده، برای نوشته های برای انتشارات عربی یه جور دیگه می نوشته، برای انتشارات آمریکایی مثل واشنگتن پست یه جور دیگه. حالا هم که سرانجامش رسید به اینجا، خیلی ها میگن این همچین هم دنبال آزادی و دنبال حق مردم عربستان یا کشورهای عربی نبوده، بلکه خودش چون یکی از همین خانواده هفت خانواده بزرگ عربستان هست سهمشو میخواد، ولی حقیقتا رفت سراغ اون شازده عوضی به اصطلاح، به جایی که به این یکی مثلا از قبل وصل کنه خودش رو، به دیگری وصل شده که با این دشمنه. ولی کل ماجرا رو شما چجوری میبینید؟ آیا تأثیری در روابط آمریکا و عربستان میذاره؟ یا من که فکر کردم این موضوع به نفع ایران شده، ولی یه نفر گفت که نه هیچ تأثیری نمیذاره و اتفاقا آمریکا با ایران هیچ کاری نداره، چون ایران رو به عنوان لولو میخواد نگه داره، اینا میگن بوگی من، نگه داره تا بتونه اسلحه هاشو به عرب ها بفروشه. یک کاریکاتوری هم کشیدن که آمریکا یه دستش یکی از این پمپایی هست که قایقای کوچیکو باد میکنن، داره آخوندها رو باد میکنه، بزرگ میکنه، با این دستش داره از عربا پول میگیره که بهشون اسلحه بده. نظر شما رو کلا درباره این ماجرای رفتن این آقا به سفارت عربستان در ترکیه و اون ماجرایی که دوستان دیگه همه کم و بیش در جریانش هستن چیه، و مایل هستیم شما رو به سر نظرتون بدونیم که شما چی فکر میکنید؟ حتما با کمال میل. من فکر کنم اون بخش ابتدایی رو که مطرح کردین خیلی مهمه که بهش توجه بشه. اینی که میبینین دارن این آقا رو با چوب‌های مختلف میزنن، برچسب میزنن، برچسب درست، نادرست، نیمه درست، اینو باید خیلی حواسمون جمع باشه. این همون داستانی که بارهای بارها دست راسیا در آمریکا تندروهای اسرائیلی انجام دادن، برای اینکه تمرکز رو از روی اصل مطلب بردارن شروع میکنن به سمپاچی و پرونده سازی، مثل همین بعضی از روشنفکرهای ایرانی که به خاطر مطرح بودن حاضرن همه رو به لجن بکشن. فراموش نکنین که در پس از 11 سپتامبر چه بساطی در آمریکا به وجود آوردن و چه تبلیغات عظیمی آمریکا و دست راستی های آمریکا و سیکونیستا کردن در مورد صدام و عراق تا اینکه عراق رو به نابودی کشید. نباید به این مسائل، به این دروغ ها، به این شایعات توجه کرد. من اصلا نمیگم که این آقای قشوقی یک دونه امامزاده بوده، نه، اونم یه انسان مثل بقیه، اونم در تضاد ها تضاد داشته، مشکل داشته، بالا پایین داشته، شکی نیست. ولی اینی که یه نفر رو توی اینو فراموش نکن، سفارت عربستان در ترکیه یک بخشی از عربستان، سفیر عربستان نماینده مستقیم حکومت، یعنی هیچ چیز دیگه اون وسط وجود نداره. اینا همش چرند و ساختگیه که بگین این خبر نداشته، اون خبر نداشته، همچیزی وجود نداره. و بنابراین یک رفر شهربند رفته به خاطر کارش در این مورد میخواسته اجازه بگیره که ازدواج کنه یا طلاق بده چیکار بکنه، توی سفارت شکنجهش میدن، میکشنش، حالا میگن تیکه تیکش کردن از این حرفا. اینو فقط باید بهش توجه کرد. اینی که احیانا این زیادم حالا درست نمی گفته یا دنبال طلبش بوده یا با بن لادن، اینا دیگه داستان، اصل مطلب رو نباید فراموش کنیم.
یک سیستم جنایتکاره، یک سیستم آدمکشه، یک سیستمی که حذف میکنه. این دفعه اولشون نیست. شما پرونده این شیخ محمد رو نگاه کنین، یه دفعه با هم یه گفتگو کوتاهی داشتیم در این مورد که ایشون بیشتر از 500 نفر، مثل که 512 تا از سران کشورش رو دستگیر کرد، زندانی کرد تا اینکه پولا رو گرفت بعد آزادشون کرد. بله، فامیلاش بودن، مدت 90 روز مثل که توی هتل نگه داشت. شرطش این بود که باید پولاتونو بدین و به اصطلاح رضا. نمیگم کار من اجانه میکنم کار بعدی بود یا خوبی، میگم یعنی این یه آدم گروگانگیر و باجگیره. ولی درباره این که این سیستم عربستان و پادشاهیش به این صورت بوده، دیشب یه برنامه‌ای رو یه آقای وکیل یکی از خود همین پسر عموها آورده بود که میگفت این کار رو سال 2003 و 2012 انجام دادن، 2016 هم شکایت کردیم به ژنو و تا امروز به جایی نرسیده. یعنی نه فقط ترامپ رو بیایم سرزنش کنیم که ترامپ به خاطر پول حاضر هر کاری کنه و برگ سبز دست اینا بده، گویا در دوره‌های قبلی هم این ماجرای حذف و آدم ربایی و سر به نیست کردن، اونم از طریق همین سفارت عربستان تو کشورهای مختلف، حتی تو کشور آمریکا بوده. و اون وکیل آمریکایی، من اسمشو پیدا میکنم اگه اشتباه نکنم، مال یا شیکاگو بود یا میشیگان، که میگفت یکی از اینا اصلا اینجا به اصطلاح مریض بوده و تو بیمارستان بوده، ولی میان با دوز و کلک ورش میدارن میبرنش اونجا و از زندانی و اینها. بعد میگه که حتی بعدم تماس تلفنی داشته با این، نمیدونم شما دیدین این وکیلی رو که وکیل آمریکایی که میگفت الان وقت اون هست که به این آدم ربایی های عربستان و کینگدم، یعنی سیستم پادشاهیش، کلن یک نظری بندازیم و این پرونده باز بشه. من برنامه رو ندیدم، ولی بی تردید این مسائل حقیقیه و اینی که بتونن یه نفر رو بردارن بیمارستان ببرنش. خب شما نگاه کنین که پس از 11 سپتامبر دو تا هواپیما از خانواده ها و کسانی که در این موضوع دست داشتن از آمریکا سوار کردن بردن به عربستان. دیگه از این واضح تر نمیشه. بعلاوه این که باز در همین راستا یک دونه ون با چندین تن افراد موساد که داشتن جشن گرفته بودن در مورد انفجار دو تا ساختمان توی نیویورک، اینا رو دستگیر کرده بودن، بعد فهمیدن اینا چیزای موسادن، اینا رو هم آزاد کردن رفت. و این چیزا وجود داره، این زد و بندها، این ماسمالی ها، این ساخت و پاخت ها همه حقیقیه و وجود داره و مختص یک فرض کنین دولت ترامپ نیست. حرف از ترامپ یه آدم لجن بیشعوره که فقط همه چیش برای خودش و پوله. بسیار ممنونم از شما، خیلی ممنون که آمدید و با ما بودید. امیدوارم هفته آینده با شما باشیم. اگر باز صحبتی یا موضوعی هست که مایل هستید توضیح بدید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و امیدوار باشیم که جمعه آینده با شما باشیم. حتما، سپاسگزارم. بعد یه چیز خیلی کوتاه میخوام بگم برای همیهنانمون که توماس جفرسون پدر دموکراسی در آمریکا اینو گفته و به نظر من در مورد این که ماها احساساتی و شعاری هستیم چیز بدی نیست. میگه اگر در جامعه مدنی امروز ملتی توقع دارد که در حین ناآگاهی از آزادی نیز برخوردار باشد، باید بداند که هیچ وقت چنین نبوده و نخواهد بود. یعنی میگه که آزادی فقط و فقط در پرتو آگاهیه. آگاهی. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. فیسبوک ایشون رو نشون دادیم و اون آدرس وبسایتشون اندیشکده.net، ایمیلشون اندیشکده@outlook.com
و اگر با همه این اطلاعات باز هم مشکلی داشتید برای اینکه با ایشون تماس بگیرید، از طریق شماره تلفن تلویزیون مردم یا ایمیل info@mardomtv.com یا فیسبوک ما تماس بگیرید و این ارتباط برقرار میشه. اگه سوالی داشته باشید سوالتون رو مطرح کنید، نظری داشته باشید اون رو هم بگید و ایشون در برنامه‌های آینده در اون مورد صحبت میکنه. ولی چیزی که من دنبالش بودم و مطمئن بودم 99% و الان 100% مطمئنم که هیچ وقت مصدق نخواسته بوده که شاه باشه و نگفته بوده که به شاه که شما برو من شاه باشم، امروز این رو به یقین 100% حاصل شد. ممنون از ایشون.